با سلام به دوستان و یاران در برنامه زوم در رادیو پیام کانادا، این بار میخوام درباره ارزشی که یوتیوب، شرکت یوتیوب و تشکیلات یوتیوب برای ما داره و برای کشورهایی که حکومت‌های سرکوبگر دارن داره با اتون کمی صحبت بکنم. ما بیاد داریم که در جنبش سال 88 خب یوتیوب خیلی به ما کمک کرد، یعنی در اینی که اصلاح طلبان و شبه اصلاح طلبان و این دار دسته موسوی و کروبی میخواستن بگن تمام کسانی که اعتراض کردن به این وضعیت به نظام جمهوری اسلامی، اینها شیفته موسوی و کروبی اینها بودن، اما تصاویری که از طریق یوتیوب به ما رسید نشون داد که نه، این چنین نیست و مردم در حقیقت حرکتی کردن، موقعیتی از طریق این شبه انتخابات و یا این نمایش انتخابی ایجاد شد تا یک حرکتی علیه کلیت نظام شکل بگیره. خب از اون به بعد در یوتیوب بسیاری از فیلم هایی گذاشته شد که این فیلم ها از مجراهای دولتی نبود، طبیعی که اینها نمیتونستن باشه، کاری بود که وسیله کسانی شد که دوربین دستشون گرفتن رفتن و تصاویری گرفتن که نه مجوز بهشون میدن، فستیوال های اشتیاقی دارن این تصاویر دیده بشه، چون میدونین فستیوال های سینمایی در حقیقت رهایی مردم رو نمیخوان، اینها بیشتر تمایلاتشون به باند دوم خرداده و مبلغ فیلم هایی هستن که متمایل به دوم خرداد و دار دسته بخشی از حکومت باشه که با این سبت اللهی ها در ارتباطه. اما خب تو یوتیوب آدم وقتی که خودش جستجو میکنه به یه کارهایی میرسه که اونها بهتر و خیلی سریعتر و شفافتر واقعیت نظام جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه. من تو گردش هایی که برای یافتن این نوع کارها تو یوتیوب داشتم، هفته گذشته با یه فیلمی برخورد کردم که این خیلی دقیقت عنوانش برام جاذبه داشت. رفتم این فیلم رو دیدم، یه کار 15 دقیقه‌ای بود که دوربین رفته بود تا اعماق روستاهای ایران. خب میدونیم که عده‌ای که با حکومت ارتباطایی هم دارن و به جمهوری اسلامی رفت آمد میکنن، اینا میخوان بیشتر اینطور اینو جا بندازن که رژیم خمینی و این نظام حاکم نسبت به روستاها و روستانشینان مهربان بوده، خیلی کار کرده، نمیدونم جاده کشیده، برق داده و همه روستاها دقیقاً کارهای روستاییش خیلی درخشان بوده. خب این چند تا برنامه های این ویدئویی که این مستندی که من دیدم که براتون توضیح میدم، این نشون میده که این برنامه جمهوری اسلامی هم یک برنامه نمایشی است. یک مستندی بود به نام آشنای غریب، اینو در یک دوربین رفته بود توی یک روستا در ایران، در قسمت به اصطلاح نزدیکای مشهد در استان جنوبی خراسان، مثلا نزدیک شهرهای خراسان و مشهد. تو این روستا، اسم این روستا که الان من اینجا یادداشت کردم، اسم روستایی به نام کاخکوک که برای روستاهای دیگه این استان هم این دوربین سر کشیده بود، تو این یک تصاویر وحشتناک تکان دهنده ای بود.
یه مرد و یک زن، یک روستای پیر مرد و یک روستای زن، فقط این دوتا توی روستا بودن. هیچی هم نداشتن، نه آب، نه برق، نه رفاه، نه نون برای خوردن، نه دام، نه محصولی، نه درخت. که خودشون میگفتن اینا چند سال پیش، 8 سال پیش اینجا قحطی شده و یه جوری میخواستن رب بدن که به این قحطی. خب در دنیای امروز توی کویر یک شهر عظیم میسازن، یه روستا مثلا کم بارون نیامده که الله بود قحطی، این روستا دیگه نباید هیچی داشته باشه. و همه خب این سوال میکنه اون کارگردان، صداش هست، میپرسه که خب اینجا شما دوتا میگه 25 30 تا خانوار اینجا بودن، ولی وقتی که وضع اینجوری شد نه همه کوش کردن رفتن، ما دوتا اینجا موندیم. یک خونه که هیچ، یک لونه ای بود که تو این لونه که واقعا اگر یه جونور معمولی رم بیارن تو اونجا بندازن نمیتونه دوام بیاره، و ایندا تو این لونه سر میکردن. آب خودشون میگن، برق، هیچی، نون برای خوردن، یه درخت، یه دامامون میگه از بین رفتن و مردن. خب این یک دهه. بعد این دوربین با کنجکاوی به دههای دیگه این استان میره و اونجا هم همه همین بساط 20-25 نفر هستن. با یه بچه صحبت میکنه، میگه پدرم مرده و من، بعد اون میپرسه خب شما چند نفرین؟ 6 نفر، 7 نفر. چجوری زندگی میکنین؟ جوابی نداره. از کجا زندگی میکنن؟ اینا دور نیستن، اینا تو همین اجتماع، اینا کسی نمیبینه. آیا اینها بشر نیستن؟ آیا این مجامع دفاع از حقوق بشر هیچگاه به اینها سر میزنن؟ اینهایی که نگرانن اگر یه روز ملاقات فرزند آقای کروبی و آقای موسوی دیر بشه، این رو تمام به رسانه ها میرسونن، فریاد و بوق و کرنا و داد و بیداد که یه روز از ملاقات دیر شد. ولی نه، اصلا میبینن که ملاقات چیه. این در یک ده دو نفر، دو پیر، دو روستای پیر و سال خورده و اینها هستن که هیچی ندارن اصلا، و اینا باید چجوری زندگی میکنن؟ نه، اینا هیچ مسئله نیست. فستیوال ها که گفتم، فستیوال ها به این کارا کاری ندارن. اونها دیدشون زاویدشون همون حد اکثری که میبینن اون حامیان دوم خردادی هستن، همون فیلمسازان لوکس صادراتی هستن و همون مسائل اجتماعی تا حدی که خود رژیم هم قبول داره و یا علنی یا به صورت مخفی حمایت میکنه که حد و حدود به اصطلاح خواست مردم و کار اجتماعی و فیلم اجتماعی همون حد و حدودی باشه که نظام میخواد و در همون سینمای لوکس صادراتی اینها تجلی پیدا میکنه. وقتی که زلزله میاد، آقای کیارستمی وقتی میره از زلزله بسازه، زلزله قشنگ و لوکس و زیباست و درد و غم و مصیبتی نمیاره. و این و وقتی که این در این روستاها میگرده، خب مردم دیگه روستاها، هر روستایی 20 نفر 25 نفر در خراسان داره، در جنوب خراسان داره. اینا همه جوانای ده رفتن، همه گذاشتن رفتن. و اینها جالبه که با همه احوال اینا میگن خب ما نه، خب میدونیم دیگه، اگر بخوایم بحثش نمیخوایم باید مذهب بکنیم، ولی این دیگه یک
مسئله خیلی روشنیه که هرچه جامعه فقیرتر، بدبختتر، درمانده تر باشه، این تفخم مذهبی بیشتر رشد پیدا میکنه. اینا هم در اینجا حتی وقتی که این فیلم بردار اونجا میره، خیلی دردناکه. اون پیرمرد در این که داره اشک میریزه میگه که و این خدا با ما بود، امام راحل بود که شما آمدین اینجا، یعنی اونا باعث شدن که این دوربین بیاد اینجا و ما بیایم امکان داشته باشیم که درد خودمون رو با شما مطرح بکنیم. بله، واقعیت امروز ایران، دهات ایران اینه. اینها آیا کسی میبینه؟ آیا این انسانیت رو میبینید؟ شما وقتی که این فیلم رو ببینید تأمل کنید، هیچ کسی نیست که بتونه این واقعا این تصاویر رو تحمل کنه و نسبت به این نظامی که 33 ساله یک حکومت خدایی، یک حکومت عدل علی که دستورات رو از چای چمکران میگیره آمده، بعد از 33 سال این فیلم جدید ساخته شده. این واقعیت داخل دهات ایرانه که تبلیغ میشه که این حکومت حکومت فقراست و به ده رسیده و به دهاتی ها رسیده. پس این ده در خراسان، در استان خراسان هم به حساب آمده که 8 سال هیچ کسی اصلا اینجا گذر نکرده. یک و این دوربین یه فیلمساز میه در این محال مکان. خب ما نیستیم ایران، ولی این تصاویر میتونه ما رو پیوند بده و ما هم که اینجا همینطور سرگرمیم، همه چشمون رو به این دوختیم که آیا اسکار به فلان فیلم حکومتی میدن، آیا باز یه جایزه دیگه کن و سولوغن و فستیوال برلین یه شیر دیگه، یه خرس دیگه به این فیلم ها میدیم که بشینیم باش افتخار کنیم. اما چهره این فیلم 15 دقیقه نشون دهنده چهره واقعی است که این حکومت ساخته و این من کارگردان این فیلم اصلا نمیشناسم. این شناسنامه این به نام حسین ساجدی این رو امضا کرده و اصلا مسئله منم اون نیست اون کیه، ولی اون تصاویری که این رفته گرفته ضبط کرده و ما میتونیم ببینیم، اون یک سندی است که نشون میده که این حکومت چه کرده و یک حکومتی که ادعای انقلاب داشت. اگر اینها رو در روستاهای رژیم پیشی میدیم، خب گفتم انقلابی نیست، نشده. حالا انقلاب شده و یک حکومت عادل آمده و این روستاش بعد از 33 سال و اینا از امام راحل کمک میخوان، از به احمدی نژاد میگن که یک کمکی بکن به ما که ما از این وضع نجات پیدا کنیم. ولی کی هست؟ کجا هست؟ چه کسی اینها رو نجات بده؟ ما این همین فیلم رو ببینیم، تأمل کنیم، این با خودمون رو به جایی که اسیر این بازی های نمایشی حکومت و کی میاد، خاتمه میاد، اون میاد، این میره، مشایی میاد، کی میاد بره، بیاییم ببینیم که این واقعیت درون این دیگه شهر نیست، این دهیست در یک نظامی با ادعای حمایت از مستضعفین. وقتی که اینو دیدید بعد تأمل کنین آیا این حکومت اصلاح پذیره؟ آیا این حکومت با رفرم میشه کار کرد؟ نه، هیچ راهی برای مقابله با این حکومت نیست جز این که با یک روش قهرآمیز و با یک حرکت ضد این حکومت به میدون بیاییم و این حکومت این چنینی با التماس و با رفرم و با کی از کی بهتره خودش که ساقط نمیشه تا یک حرکت انقلابی، تا یک نیروی همگانی علیه این بساط به حرکت در نیاد. وگرنه اینا با این بازیهاشون 33 ساله 34 ساله مونده و باز هم میمونن. هوشیار باشیم و مسئول باشیم و اگر
این به حقوق انسان ها پایبندیم، اصلا از این حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر که هیچ چیزی نیستن جز راهی هستن برای بقای حکومت ببریم و به اونهایی که داخل ایران هستن برین به ده روسته ها ببینین. از این نمونه ها بسیاره. این حکومت ننگ تاریخ بشریته، باید بره تا ما مردم درمانده و اسیر ایران به رهایی برسند. تا به امید آن روز، تا برنامه بعد، شاد و شادکام باشید.